قسما بالله داح الارض خلق السماوات وبما جاء به جبريل من وحي وايات اناجي بكرامه الى يوم القيامه ساذوق الموت بالعز ولا للذل هيها اگر از خنجر خونریز ریز لب تشنه ببرن سرم را اگر از تیخ شکافن در این عرصه خونی جگرم را اگر از تیر شعبه به دهند و شیر کل نو را اگر از داغ برادر شکند قسم ستمگر کمرم را قتيل العبرات أسير الكربات أو هل تكتب أحزاني في الطف بحبر ودوات أبدا فالحزن لا يكتب إلا بالدموع الجارية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خدمت همه بینندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم در برنامه های پیشین این سوال مهم را مطرح کردیم که چرا قدیر با آن عظمت با آن رفعت با آن تبین های گویا و شفاف پیغمبر اکرم نسبت به مقام امیر و جایگاه امامت و خلافتشون و جایگاه امامت و خلافت ائمه معصومین علیهم السلام به آشورا سرانجامید. چه شد که در آشورا فرزند صاحب قدیر با مظلومیت شدید با قربت بی نظیر به شهادت رسید چه شد که فردی که نام او در خطبه قدیری معرفی شده به عنوان امام و خلیفه بر مردم کسی که فرزند پیامبر کسی که مستاق آیه مباهله کسی که سید جوانان بهش معرفی شده است در روز آشورا به طرز فجیعی شهید شده است برای پاسخ به این پرسش نکات متعددی را خدمت بینندگان محترم عرض کردیم عرض کردیم که در قدیر آموزه به مردم القا شد که اگر آن آموزه ها مورد انکار قرار نمی گرفت هرگز آشورا متولد نمی شد آشورا در واقع مولود انکار آموزه های قدیره آموزه همچون نسب امام از سوی خدای متعال همچون نس و سفارش پیامبر اکرم نسبت به امام بعد از خودشون آموزه همچون جایگاه اخوت و برادری حضرت امیر نسبت به پیامبر اکرم جایگاه فرزندی امام حسن و امام حسین نسبت به پیامبر اکرم ویژگی دیگری که قدیر برای مردم تبیین کرد جایگاه امامت الهی ائمه معصومین علیهم السلام قدیر به مردم القا کرد که علی ابن ابی طالب و فرزندان طاهرینش جایگاه امامت الهی دارد در فرازی از خطبه قدیر پیغمبر اکرم فرمودند که معاشر الناس فزلوه و فقط فضله الله علی را برتری بدهید چرا که خدا او را برتری داده است وقبلوه و فقط نصبه الله او را بپذیرید چرا که خدا او را نصب کرده است معاشر الناس انه امام من الله بدانید که علی ابن ابی طالب امام از سوی خداست صاحب مقام امامت الهی است ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته خدا توبه نمی کند توبه پذیر نیست برای کسی که ولایت او را انکار بکند ولن یغفر الله له حتما علی الله ان یفعل ذالک به من خالف امره فی و هرگز خدا نمی آمرزد کسی را که نسبت به فرامین علی ابن ابی طالب مخالفت بورزد و این یعذبه او عذابا نکرا ابد الابدین او را به عذاب همیشگی و جاودان معذب خواهد کرد این یکی از فرازهایی است که در قدیر پیامبر اکرم امامت الهیه امیر المؤمنین و ائمه معصومین را معرفی کرده است به تعبیر دیگر ما امام دو گونه داریم امامی که مردم انتخاب بکنند و امامی که خدا انتخاب بکند علی ابن ابی طالب امامی است که خدا انتخاب کرده است صاحب ولایت الهی است مستاق آیه ولایت است مستاق آیه اول الامر است اطاعت او بر همه واجب و لازم است مستاق آیه مباهله است یعنی کسی است که نفس پیامبر است مقامات و شؤونات او همانند مقامات و شؤونات پیامبر اکرم است کسی است که صاحب علم الکتاب است یعنی علمی گسترده دارد و مستاق آیه 43 سوره رعد است کسی است که وعده بهشت برین به او داده شده است در سوره حلعتا در سوره حلعتا که به نقل مخالف و موافق در شعن امیر المومنین فاطمه زهرا امام حسن و امام حسین علیه السلام نازل شده است خدای متعال به اهل بد علیهم السلام تزمین کرده است که به بقاهم الله شر ذالک الیوم و لقاهم نظرتن و سرورا از شر اون روز از شر قیامت از شر جهنم در امان هستند و به سرور و خوشی برخورد خواهند کرد ملاقات خواهند کرد و به بهشت برین خواهند رفت و آیات دیگری که در شعن امیر المومنین علی علیه السلام نازل شده همه اینها نشان دهنده این است که امامت علی ابن ابی طالب امامتی الهی است حتی اگر مردم هم انتخاب نکنند امامت الهیه ی حضرت امیر ثابت است مردم بخواهند یا نخواهند او امام است او متصرف است او صاحب ولایت است او علم به آسمان ها و زمین دارد او علم به تمام جوانب دین دارد او مرجعیت دین دارد او تمام شؤونات پیامبر را دارد او صاحب حکومت است هرچند در گوشه خانه باشد او صاحب ولایت الهی کلیه است هرچند دست بسته باشد بنابراین این امامت ای که خدای متعال در قرآن معرفی کرده است پیغمبر در قدیر معرفی کرده است بسیار متفاوت است با امامتی که مردم انتخاب بکنند و از آنجا که مردم خود صاحب ولایت نیستند نمی توانند ولایتی را به امامی که از طرف خودشون انتخاب کرده اعطا کنند چون علمی ندارند نمی توانند علمی به او اعطا بکنند چون مقام و منصبی ندارند نمی توانند مقام, مقام و منصبی را به او اعطا بکنند بنابراین امامی که از سوی مردم انتخاب شده است هیچ جایگاهی ندارد برخلاف امام از سوی خدا که چون ولایت از آن خداست خود ولایت را به امام از سوی خود اعطا می کند چون صاحب اطاعت مطلقه است عطی الله اصلش برای پروردگار است اطاعت مطلق از آن خداست میتواند این اطاعت مطلق را این مطلق را به امامی که از سوی خدا معرف شده هم اعطا کرد این مقامات فقط مختص امام الهی است ولی بعد از پیامبر اکرم مقام امامت الهیه امیرالمومنین و سایر ائمه علیهم السلام انکار شد نپذیرفتند که از سوی خدا امیرالمؤمنین و امام حسین و سایر ائمه علیهم السلام به عنوان امام از سوی خدا معرفی شدند و چون نپذیرفتند و چون قبول نکردند و چون در جامعه برخلاف آن تبلیغ کردند و تشویق کردند و ترغیب کردند طبیعتا به راحتی می شود آشورا را با این طرز تفکر کلید زد و رقم زد وقتی کسی باور نداشت که سید و شهده، سلام الله علیه در روز آشورا امام منصوب از سوی خداست وقتی کسی قبول نکرد لاجرم امام او می شود یزید ابن معاویه و وقتی یزید دستور به جنگ با حسین ابن علی را بدهد کسانی که به امامت امام حسین اعتقاد ندارند لاجرم به امامت یزید معتقد می شوند و به امر امام زمان خودشون یزید ابن معاویه به جنگ امام از سوی خدا یعنی امام حسین می کسی که امامت الهی را نپذیرفته باشد برای امام دست به هر کاری میزند. زند آشورا مولود انکار امامت الهیه ائمه علیهم السلام است این یکی از عوامل رخداد آشوراز عامل دیگری که ما در قدیر خم میبینیم پیغمبر اکرم به آن تصریح کرده در قرآن به آن تصریح کرده ولی عملا کسی به آن پایبند نبود لزوم محبت به اهل بدلهم مسلامه خدا در سوره شورا آیه 23 تصریح میکنه که ای مسلمانان مزد رسالت پیامبر اکرم مزد و پاداش تلاش های پیغمبر اکرم مودت به زویل قربای اوس به خیشان اوس به فرزندان اوس به دختر او به داماد او به نوه های او به نسل شریف او در روایات متعدد پیغمبر اکرم تأکید کرده است به محبت و دوستی با دخترش فاطمه به محبت و دوستی با فرزندش امام حسن فرزندش امام حسین به امیر المؤمنی تصریحی که تعبیری که همه تصریح کردن به آن که احب الله من احب حسینا این روایتی است که سنی و شیعه نقل کرده است این تأکید بر محبت بر لزوم محبت امام حسین است اما اگر بخواهد آشورا اتفاق بیفتد باید این لزوم محبت انکار شود باید مودت نسبت به زبل انکار شود باید زبل مصادیق دیگری پیدا بکند تا آشورا اتفاق بیفته چون چطور ممکنه حتی اگر بگوییم که امامت الهیه را نپذیرفته باشند آیا لزوم محبت خاندان پیغمبر یعنی اینکه بیایند و در خانه را آتش بزنند آیا اطاعت دستور پیغمبر نسبت به محبت فاطمه زهرا این است که او را با تازیانه بزنند خانه او را آتش بزنند فرزند شش ماهه درون شکمش را به قتل برسانند آیا این یعنی محبت به فاطمه زهرا آیا اگر کسی بخواهد به امام حسین علیه السلام که فرزند پیغمبر است محبت به ورزد لازمش این است که باید خیمه های او را آتش بزنند باید او را به طرز فجیع بکشند باید با لب تشنه او را به شهادت برسانند باید بدن او را زیر سم اسبان قرار دهند سر او را بر نیزه بزنند خاندان او را به اسارت ببرند این مفهوم محبت به خاندان پیامبر است قطعا اگر کسی بخواهد به چنین جنایاتی دست بزند باید یا لزوم محبت را انکار کند یا مصادیق محبت را انکار کند همچنان که این اتفاق افتاد بعضی ها در روز آشورا وقتی امام حسین علیه السلام بهشان فرمودند که برای چه با من می جنگید جواب دادند که بغزن من نال عبیک ما بغض پدر تو رو داریم ما به خاطر دشمنی با پدر تو با تو می جنگیم ای این یعنی اینکه که انکار کردن لزوم محبت با سید الشهدا را محبتی لازم نیست محبتی واجب نیست ایده دیگر اومدن گفتن که زبل قربا امام حسن امام حسین فاطمه زهرا حضرت امیر و سایر ائمه علیهم السلام نیستند زوال قربا همه خانواده پیامبر همسران هم پیامبر پسر اموهای پیامبر اموهای پیامبر تمام فامیل های پیامبر همه را در بر میگیره همه را دوست بدارید و بعضی گفتن اصلا زوال قربا یعنی خیشان خودتون با فامیل خودتون مهربان باشید دوست باشید کلا آیه را از مفهوم اصلی خودش خارج کردند، تا بتوانند آشورا را رقم بزنند آشورا مولود انکار لزوم محبت به اهل بیت علیه السلام است اگر محبت به اهل بیت علیه السلام انکار نمیشد هرگز آشورا رقم نمی خورد هرگز آشورا رقم نمی خورد آشورا پرورش یافته و تولد شده این تفکر است که محبت به اهل بیت لازم نیست چطور ممکن است محبت به اهل بیت محبت به امام حسن مشتبه لازم باشد و بعد بدن متحر او تیرباران شود آیا این مستاق ابراز مودت و محبت است؟ اگر ابراز مودت و محبت به امیرالمؤمنین لازم باشد آیا مستاقش بستن دستهای او و به مسجد کشیدن است و او را به زور اجبار وادار به بیعت کردن است؟ آیا مستاقه ابراز محبت به علی ابن ابی طالب خانه نشینی او هرگز تمام مسائبی که بر فاطمه زهرا سلام الله علیها بر امیر بر امام حسن بر امام حسن علیه السلام وارد شده است گویای این نکته است که بعد از پیغمبر لزوم محبت به اهل بیت انکار شد پیامی که قدیر اعلام میکنه و ابراز میکنه لزوم محبت به اهل بیت انکار شد مستاقیت اهل بیت برای این آیه مودت انکار شد و باب برای جنایت های بزرگ باز شد کاری کردن که تمام جنایت های اونها در روز آشورا به عنوان یک عمل صحیح و یک عبادت خدا معرفی بشه چرا؟ چون یزید امام زمان آنها و قتل جنایت و مبارزه با سید و شهدا عمل به فرمان امام زمان خود میشد بندگی خدا و از آن طرف لزوم محبت و مودت به امام حسین انکار شده اصلا لازم نیست به او محبت داشتن مودت داشتن به راحتی آشورا رقم میخورند این یکی از عوامل رخداد فاجعه آشوراست عوامل دیگری هم هست که انشاءالله در برنامه بعدی خدمت شما بینندگان محترم عرض خواهم کرد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته <applause>